در دایره عملی سازی برنامه‌های آبادانی، بنیادکاری و سازندگی‌ها امروز سیمای شهر دوشنبه زیبا و نظررب گردیده با شهر دلارا تبدیل یافت است. این نتیجه عملگردانی دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب شهرداری ارزیابی می‌شود. دوام چند سال اخیر با توجه به دستگیری بواسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی، تحکیم کارهای آبادانی در قلب تاجیکستان تحکیم بخشیده شد. نتیجه همین بود که امروز دوشنبه به شهر دلارا و گلبسر تبدیل یافته، امروز تجسم کننده نمونه بلند شهرداری به حساب می رود. عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه. در حقیقت امروز دوشنبه ما با همه برد و باختش به دستاوردهای زیادی زیبایی و فرهنگی رسیده است. گرچند دوشنبه تاریخ قریب 100 ساله داشته باشد، هم محض در دوران استقلالیت یا 10 ساله‌های اخیر با بناهای خوشتر زمانوی، با آبادی و زیبایی هایی که امروز با گل و گلچنبرها و درخت هایی که زیبا امروز در شهر ما ساخته شدند، باز یک زیبایی دیگری را ضم کرده است. دوشنبه پایتخت تاجیکان امروز تمام گوشه و کنارهای خود را زیب و آرا داده است، چون که در زمینه که امروز ما 32 سالگی جشن استقلال قبول کردیم، توانستن که دوشنبه را باز هم مردمی شریف و زحمتکش این دیار باز زیباتر گرداند. امروز دوشنبه را تمام دنیا چون پایتخت تاجیکان جهان میشناسد، اعتراف میکنند و ما مردمی شریف تاجیک امروز در نزد خود وظیفه گذاشتیم که تمام گوشه و کنار تاجیکستان را آباد گردانیم، دوشنبه را به یکی از شهرهای زیباترین دنیا تبدیل دهیم. سالهای پیش در کوچه های دوشنبه میگشتی، بسیار کم و کاستی ها را میدیدی. امروز تمام کوچه های شهر منفرش گشته است، گل پوش شده است، راه روها، فواره ها در کوچه ها دائم فعالند و مردم از این زیباگی های دوشنبه امروز حلاوت میبرند. گلگشت و خیابان ها، کوچه و محل ها و اطراف اداره و مؤسسه ها، بناهای استقامتی و کنار راه های شهر دوشنبه با شنانیدن گل های زیبا و رنگ و رنگ موسمی و بسیار ساله زینت خاصی را صاحب شده، مکان پسندیده و تماشاگاه ساکنان و مهمانان گردیده است. دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان واقعا شهر دلربا، شهر گل ها، شهر عاشقانه است. دوشنبه مخصوصا در حاشیه 32 سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان به یک شهر بسیار هم زیبا تبدیل یافت. گرچنده که تاریخ خیلی هم زیاد دارد، اما در طول 15 سال اخیر باز هم زیاد و زیبا گردیده است. ما ساکنان شهر دوشنبه افتخار از این چنین شهر دلربا می نماییم و شکرگزار هستیم که در چنین محیط زیبا و آرام زندگی میکنیم. ای دوست، بیا بهره تماشای دوشنبه به شبه تو هم می شوی شهیدای دوشنبه. دوشنبه فخر دوران استقلالیت، یعنی برای هر یک فرد آر و ناموس کشور فخر به اندازه است. تمام گلگل شکوفای دوشنبه، بناهای سیر آشیانه، قصر و مکتب های زمانوی، دانشگاه و دانشکده ها با تماشایش تمام مردم را مفتونی خود می سازد. این است که گشتن در این سرزمین با سزا و این چنین آباد و با استقلال برای هر یک فردی ما باید شکرانه از آن کنیم که در چنین وطن زیبا و آباد عمر به سر میبریم. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه زیر رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که امروز شهر دوشنبه به یکی از شهرهای گلگل شکوفا تبدیل یافته است و به هر یک منظره ای که ما از آن تماشا میکنیم حلاوت میبریم. هر طرفی که نظر اندازیم، هر یکی از کوچه و خیابان های شهر دوشنبه ما را مفتونی خود میسازد. سالهای اخیر بنیاد انشاءات خدمت رسانی و استحصالی زیاد گردید و دوشنبه در این دوره به طور نمونوی رشد یافت. کوچه و خیابان های گلبسر، باغ و گلگشت های زیبا و نصب شعار و آویزه های تجسم کننده دستاورد و اهمیت استقلالیت معرفگر سیمای نمونوی پایتخت مملکت شده است. دوشنبه شهر است دلپذیر و آزاده و جوان و قدیم. آن مثل قلب است که حیات و ممات تمام تاجیکستان عزیز از تپیدن و کار منظمش وابسته است. این شهر مرکز امید و آرزوهای تاجیکستانیان و تمام تاجیکان جهان می باشد. نگردم سیر از روی دوشنبه، نگاه هم می رود سوی دوشنبه. آره، واقعا هم دوشنبه شهری است که از نگاه کردن، از تماشای وی ما حلاوت می بریم.
امروز ها صبحگاهان هنگامی که ما از خانه به سوی دانشگاه رسپار میگردیم، سر هر یک قدم ما میتوانیم گلگشت های را بینیم که از آن چشم کندن خیلی هم مشکل است. چنانه که میبینه در نزد پیکره شاه اسماعیل سامانی یک گلگشت به نهایت زیبای آماده کرده شده است، یعنی تیار کرده شده است برای مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی کشور که آنها میتوانند این منظره را دیدند، از زیبایی شهر حلاوت برند. یعنی این گلگشت ها، این خیابان هایی که روز به روز ساخته شده ایستاده است، یک حسن و طراوت نو به شهر دوشنبه زم کرده ایستاده است و ما جوانان این زیبایی ها را دیده از این زیبایی ها الهام میگیریم و بهره آینده و آبادی این کشور بهشت آسا کوشش می نماییم. شهر دوشنبه که امروز یکی از شهرهای پسندیده و مکان اساسی آمد و رفت مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی می باشد، در این سمت تمام امکانیت های مساعد در سطح ضروری فراهم آورده شده است. همزمان شهر دوشنبه با همه گوشه و مکان های گلپوشش، هم روزانه و هم شبانگاه برای سیر و سیاحت موافق بوده، شرایط مساعد فراهم آورده شده است. امروز به واسطه باعث افتخار و سرفرازی است که ما و جوانان در چنین محیط آباد و آسوده تعلیم گرفته و زندگانی می نماییم. باعث خوشنودی یکی یکی ساکنان شهر دوشنبه است که امروز در چنین پایتخت زیبا منظر، پایتختی که پر از بناهای بلند آشیانه و گلهای نظرربا می باشند، زندگانی می نمایند. و پیش از همه باید یادآور شد که صنعت شهرداری به واسطه پایتخت معرفگر تمدن و فرهنگ محسوب می یابد و امروز ما با گفته های این سخن ها به واسطه گفته می توانیم که شهر دوشنبه معرفگر تمدن دولت تاجیکان محسوب می یابد. در اینجا باید قید کرد که کشور عزیزمون به واسطه پایتخت عزیز شهر جوانان است و امروز به واسطه با تلاش و زحمت های به واسطه شهردار کشور رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی، پایتخت کشور ما به یک مکان زیبا و نظرربا نائل گردیده است و ما جوانان سپاسگزار از پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و از رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی می نماییم که با ما جوانان چنین شرایط مساعد را فراهم آوردند و ما جوانان را می سازد که بهره شکوفایی، بهره ترقیات، بهره آبادی این کشور عزیزمون، بهره پاس داشتن تاریخ نیاگانمون با کشور عزیز خود زحمت کنیم، تلاش ورزیم و سهمی نظره سی خود را گذاریم. Меня зовут Аниса. Я из Татарстана. Город строится все. Красиво стало, светло. Я приехала специально в сентябре, чтобы продлить себе лето. Спасибо. Зовут Александра из города Волгограда. Конечно, разросся Душанбе, расширился намного. Стал красивее, уютный. И, ну, таджикский народ как был гостеприимный. Ну, это естественно, конечно. Это все естественно, очень вкусно. Фрукты и овощи, естественно, не сравнится под нашим таджикским солнцем. И люди очень приветливые, в автобусе место уступают и всегда здороваются. Это очень приятно. Как были, так и остались. Добро пожаловать в Таджикистан, солнечный. با مقصد آبادانی و باز هم سبز و خورم گردانیدن کوچه و خیابان ها، باغ و گلگشت ها و موضع های کبودیزار شهر دوشنبه آید به گل و نیحالشینانی و سبزکاری، همسالا نقشه چورابینی های سودمند رو اندازی و عملی کرده می شوند. در این روند در کوچه و خیابان ها حدود باغ های فرهنگی فراغتی و شهرک و محل ها پروریش و شینانیدن گل های موسمی و بسیار ساله نیز طبق قاعده های اگروتکنیکی به راه مانده شده، همه روزه تدبیر های آبادانی و سبزکاری در گوشه های گوناگون شهر با وسعت ادامه دارند. شهزاد رجب‌زاده، خال دولت، اخبار.